دوستان و شنوندگان عزیز سلام، وقت شما خوش. امروز بخش دیگری از صحبت‌های خودمون رو راجع به وضعیت ایران، اقتصاد ایران و گرفتاری‌هایی که داره دنبال می‌کنیم. گفته بودیم که سه معضل و سه مشکل بسیار بنیانی و ریشه‌ای در ایران وجود داره. یکیش مسائل تاریخی است، یکی فساد دستگاه‌های اداری و سیاسی است و یکی هم مسئله دخالت‌ها و فشارهای خارجی است که امروز راجع به این قسمت می‌خوایم چند کلمه باهاتون صحبت کنیم. همینطور که می‌بینید هر روز در واقع به اشکال مختلفی مسئولان و سردمداران جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند و حمله می‌کنند که گرفتاری‌های ما به خاطر آمریکاست، به خاطر انگلیسه، به خاطر عربستانه، به خاطر اینه، به خاطر اونه. دائم در واقع سعی می‌کنند که این مشکلاتی که جامعه ایران داره و گرفتاری‌هایی که اونجا درست شده را تمام و کمال به گردن دخالت‌های خارجی و کشورهای خارجی بندازن. طبیعی است که در مخصوصاً در مورد جمهوری اسلامی این حرفایی که در این زمینه میزنه مقادیر زیادیش در واقع تلاشی است که به قول حافظ پرده‌ای بر سر صد عیب نهان میپوشند. سعی می‌کنن کمکاری‌ها، خلافکاری‌ها و کثافتکاری‌های خودشون رو در واقع به این ترتیب مخفی بکنن. منتهای مراتب اصلا اینطوری نیست که تمام گله‌ها، شکوه‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌هایی که مقامات فعلی می‌کنند بی‌پایه باشه و جای پایی در حقیقت نداشته باشه. واقعیتش این است که دخالت خارجی و فشارهای خارجی یکی از عواملی بوده که جامعه ایران را عقب نگه داشته، جلوی پیشرفت و ترقی جامعه ایران را گرفته و روز به روز هم متاسفانه در شرایط کنونی این فشارها و دردسرها داره زیادتر میشه و این فشارها و دردسرها و گله و شکوه‌ها فقط مخصوص شرایط کنونی و در حال حاضر نیست. در گذشته هم، یعنی پیش از انقلاب هم، یه همچین وضعیتی وجود داشت، به طوری که شما اگر برگردید و مصاحبه ای را که شاه با مایک والاس خبرنگار معروف آمریکایی کرده بود بشنوید و نگاه کنید، در اونجا شاه رسما به مایک والاس میگه که نشریات شما، چه تلویزیون چه روزنامه ها و رادیو غیر و زادک، تحت کنترل چه کسانی است و چه کسانی دارن اونها رو میچرخونن. یا اینکه زمانی شاه سفری کرده بود گویا به لهستان و آقای محمود طلوعی که حدس میزنم در اون زمان سردبیر نشریه خواندنی ها بودن گویا در این سفر همراه ایشون بودن و در جایی خودشون اینطوری که نوشتن میشنوند که شاه برمیگرده و عصبانی میشه سر موضوعی و میگه این کشورهای غربی نمیخوان که ما پیشرفت کنیم، نمیخوان که ما جلو بریم و همیشه با ما طوری رفتار میکنند که ما همیشه دست اون پیش اینها دراز باشه و در واقع مطابق خاص اونها بخوایم رفتار کنیم. منظورم این که فشار و دخالت خارجی حرف پادرهوایی نیست که مقامات جمهوری اسلامی میزنن، اولا و ثانیاً که فقط منحصر و مختص به شرایط کنونی نیست. در گذشته هم همچین زمینه، همچین اتفاقاتی افتاده و همچین مشکلاتی وجود داشته. کما اینکه مثلا یه خورده برگردیم عقب، در دوران قاجار که کاملا روشن بود اوضاع چه قرار است، اون وقتا دار دسته‌ای که حکومت قاجار رو تشکیل میدادند یا سرسپرده انگلیس بودند یا دست به سینه روسا بودند در واقع و تمام تصمیم‌هایی که گرفته میشد و عزل و نصب‌هایی هم که می‌کردند در واقع به درخواست و با صلاح دید مقامات روسی یا مقامات انگلیسی بوده. بعد که رضا شاه میاد سر کار، دیدیم که تحت چه شرایطی انگلستان اومد و یک کشوری مثل ایران را که رضا شاه مسئولش هست، اونجا پادشاه مملکت هست، را گرفت و از ایران اخراج کرد، برکنارش کرد و بعدم از ایران اخراجش کرد. حالا شما هر نظر مثبت یا منفی راجع به رضا شاه داشته باشید، ولی داستان از این قرار است که به هر حال خوب یا بد یا هر تصمیمی گرفته میشد راجع به رضا شاه، این در اختیار مردم ایران بود که این تصمیم رو بگیرن، نه اینکه دولت انگلیس بیاد و رسما بیاد پادشاه مملکت رو برکنار کنه، نه تنها برکنارش کنه بلکه از کشور بیرونش کنه و اخراجش کنه. و فقط هم بالا اون زمان نبود، حتی تا همین اواخر، تا پیش از انقلاب هم حتما توی خاطرات مختلف خوندید که سالیوان سفیر آمریکا توی ایران روز آخری که شاه داشته از ایران بیرون میرفته واساده بوده و از پایین پله ها دست میزده روی ساعتش و به شاه اشاره میکرده که زودتر باید بری بیرون.
غرض این که این فشارها و دخالتهای خارجی همیشه متاسفانه وجود داشته و هدف کشورهای خارجی هم حالا در گذشته انگلیس بوده، نه که الان نیست، ولی چون قدرت مسلط دنیا انگلیس بوده، این اعمال نفوذها و فشارها به قصد تأمین منافع انگلستان صرفا از طرف انگلستان صورت می گرفته. ولی بعد از جنگ دوم جهانی که در واقع سرکردگی قدرت دنیای امروز به دست آمریکا میفته، این کارا از طریق آمریکا صورت میگیره. در دهه‌های 1950 و 60 آمریکا این دخالت‌ها و فشارها را از طریق کودتاهای نظامی انجام میداد. یعنی اگر در کشوری یه حکومتی سر کار میومد که سیاستهایی که میخواست دنبال کنه وابسته به آمریکا نبود، بلافاصله آمریکا دست به کودتای نظامی میزد. این کودتاها رو تو اندونزی کردن، تو گواتمالا کردن، تو برزیل کردن، تو ایران کردن و و و و در بسیاری از نقاط دنیا در واقع این کارو کردن. و چون این حکومت‌هایی که در جوامی مثل ایران سر کار هستند، اینها بر اساس یک انتخابات آزاد و بر اساس میل و اراده مردم سر کار نیومدن، در مقابل فشارها و دخالت‌های خارجی بسیار بسیار ضربه پذیر هستند، به خاطر اینکه پشتیبانی و حمایت داخلی مردم را ندارند و به نتیجه مجبور میشن در واقع که به خواستها و فشارهای خارجی برای حفظ قدرت خودشون تن در بدن. در سالهای اخیر این دخالت از اون حالت عرضه نه که اگه دستشون بیفته نمیکنن، همین دو سه سال پیش توی گواتمالا دیدیم که خانم هیلری کلینتون رفت کودتا رو انداخت و دولت منتخبش رو در واقع برکنار کرد. ولی به جای کودتاهای نظامی که در ما گفتم دهه‌های 50 و 60 خیلی معمول بود، الان دیگه سعی میکنن از اسلحه‌های مالی استفاده کنن، یعنی به جای تانک این روزا از بانک استفاده میکنن و گرفتاری این شکلی رو در واقع با تحریم‌هایی که دارن برای ایران وضع کردن در سالیان گذشته، دارن این فشارها رو به جامعه ایران و دولت ایران در واقع وارد میکنن تا اینها رو به تسلیم بلا قید و شرط بکشونن و برسوننشون به جایی که خواستها و امیال آمریکا را مو به مو، نکته به نکته و تابق و نعل به نعل انجام بدن. و اینها در کنار اینها باید برگردیم به از بابت مشکلاتی که برای ایران درست شده و باش داره دست به گریبان میزنه، به سیاست‌های اقتصادی خود دولت جمهوری اسلامی هم رجوع کنیم که از زمانی که رفسنجانی اومد و رئیس جمهور شد، در واقع رفسنجانی تصمیم گرفت که سیاستی که موسوم شده و معروف شده به سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی اونو دنبال بکنه، که چکیده نئولیبرالیسم اقتصادی در واقع این هست که تمام ثروت‌های جامعه در دست جامعه نباشه، بلکه اینها خصوصی بشه، به دست بخش خصوصی بیفته و البته بخش خصوصی هم باید به راه و روشی بره که خواست و امیال سرمایه‌های بزرگ در سطح جهانی در واقع تأمین بکنه. و اینها که همون زمان البته اسمش رو گذاشته بود تعدیل ساختاری رفسنجانی، که مقاله خیلی قشنگی هم زنده یاد محمد مختاری که تو قطعه‌های زنجیره به قطع رسید نوشت و در واقع ارکان این سیاست ضد مردمی و ضررها و مشکلات که برای معیشت مردم و اقتصاد جامعه درست میکنه تو همون مقاله بهش اشاره کرده بود. یکی از وجوه این سیاست های نئولیبرالیسم اقتصادی این است که سعی میکنه کشورهایی مثل ایران، یا به طور کلی میخوام بگم کشورهایی که تو خاورمیانه هستن، آمریکای لاتین، آسیا هستن، را تبدیل بکنه اقتصاد این کشورها را که بر اساس صادرات فقط بخوام بچرخن، یعنی کاری بکنن که محصولاتی رو تولید کنن و چیزایی را بسازن و اینها را به قیمت خیلی خیلی مفت و ارزون در واقع بتونن بیارن توی بازار بفروشن. و رو همین اساس برای اینکه یک کشوری بتونه تو این سیاست اقتصادی موفق بشه، یعنی از بابت توسعه صادرات بتونه موفقیت کسب بکنه، شرط اولیش این هست که دستمزدها و سطح زندگی مردم تو اون کشور به شدت تنزل بکنه، یعنی بشه افراد را در واقع نیروی کار ارزانی باید داشته باشن که بتونن با دستمزدهای بسیار بسیار ناچیزی در واقع که به این افراد میدن، بتونن حالا نفت کاوچی چه میدونم مس هرچی هست اینها تولید بکنن و اینها رو بیارن توی بازار بفروشن و از این طریق در واقع اقتصاد خودشون از این طریق بچرخونن. و بنابراین برای اینکه بتونن این کارو بکنن، شرط لازمش این است که پول اون کشور ارزون باشه.
برای اینکه هر چقدر که پولش بی ارزش تر باشه و ارزشش کمتر باشه تو بازارهای ارز، طبیعتاً کالاهایی که میخواد صادر بکنه ارزون تر از آب در میاد. این است که در مورد افزایش قیمت دلار که وحشتناک این روزا داره میره بالا، و اگر دولت نیومده بود این سیاست تک نرخی رو به قول معروف معمول نکرده بود، که البته این سیاست هم به نظر من شکست میخوره، شاید دو سه ماه بیشتر دوام نیاره، بعد مجبور میشن درش تجدید نظر بکنن، و اگر به اصطلاح چی میخواستم بگم در مورد این سیاستی که بخواد کالاها ارزون بشه، پس لازمش اینه که پول ایران در واقع بسیار بسیار ارزون بشه. زمانی که ایران اومد این قرارداد رو با این چند کشور به اثر این داستان سلاح‌های به اصطلاح غنی کردن اورانیوم تو ایران و اینها، قرار بود که تحریم‌های اقتصادی که برای ایران معمول کرده بودن این تحریم‌ها از بین بره و کمپانی‌ها و مؤسسات خارجی هم بتونن بیان توی ایران سرمایه‌گذاری کنن و کسی مزاحمشون نشه و آمریکا دردسر به خاطر فعالیت‌های اقتصادی که تو ایران می‌کنن براشون درست نکنه. که اگر اینطور می‌شد سیل، چون ما می‌دونیم همون اگر برید نگاه کنید روزنامه‌ها رو بخونید، تو همون دورانی که این مذاکرات در جریان داشت و داشت کم کم به نتیجه می‌رسید، تا دلتون بخواد سمینار و کنفرانس سرمایه‌گذاری در ایران توی اروپا، بعضن توی آمریکا، ولی بسیار توی اروپا و آمریکا و انگلستان و سوئیس و جاهای مختلف در واقع برگزار شد و ما خبر داریم که هج فاند منیجرها، پورتفولیو منیجرها و مانی منیجرهای خیلی خیلی بزرگی بودن که اینها پول بسیار هنگفتی رو در نظر گرفته بودن که بعد از انعقاد این قرارداد و رفع تحریم‌ها برن توی ایران سرمایه‌گذاری کنن. که اگر اون داستان درست پیش رفته بود، مسلماً قیمت دلار تو ایران کاهش پیدا می‌کرد و به مقدار خیلی زیادی میومد پایین. ولی باز هم در اون شرایط به نظر من به خاطر اینکه این سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی مایل هست که پول کشور ارزون باشه تا بتونه صادراتش ارزون باشه و بیشتر صادر کنه، باز دولت حتما دخالت می‌کرد و سعی می‌کرد که با سیاست‌های پولی که دنبال می‌کنه در واقع پول ایران را ارزون نگه داره و اینها و نذاره پول ایران گرون بشه تا بتونه در بازار صادرات وضعیت خوبی داشته باشه. این است که این سومین رکن در واقع مشکلات و مسائلی که جامعه ایران داره برمیگرده به همین داستان دخالت خارجی و فشارهای خارجی که الان عمدتاً از کانال‌های مالی دنبال میشه و گفتم به جای تانک که در گذشته ازش استفاده میکردن، این روزها از بانک استفاده میکنن و به این طریق در واقع اقتصادی کشور، در این مورد حالا داریم سر ایران صحبت میکنیم، و زیر منگنه و فشار قرار میدن تا جایی که به قول معروف دیگه مغر بیاد و تسلیم بلاقید و شرط بشه تا بتونه همون سیاستهای اقتصادی مورد نظر آمریکا و سرمایه جهانی رو در واقع دنبال بکنه. قرض از این صحبت‌ها این که یکی در واقع از عواملی که جلوی پیشرفت جامعه ایران را گرفته، جلوی ترقی و تعالی جامعه ایران را گرفته، در کنار سایر موارد دیگری که بهش اشاره کردیم، در واقع این دخالت و فشارهای خارجی که اعمال میشه بر جامعه ایران، اونم نقش خیلی خیلی مهمی داره در واقع. و تا زمانی که این فشارها از بین نره، متاسفانه هیچ امیدی نیست که ایران بتونه روی خوشی ببینه و به موفقیت و پیشرفتی در زمینه اقتصادی دست پیدا کنه. این است که این تقریبا میشه گفت که به طور خیلی فشرده، اجمالی و خلاصه سه تا از مهمترین معضلات و مشکلاتی که الان سر راه جامعه ایران قرار گرفته و باعث شده الان اقتصاد ایران در این شرایط بسیار اسفناک قرار بگیره، دلایلش اینها هستند. در مورد و الان متاسفانه، البته این نکته دیگر هم اشاره بکنم که خارج از مسئله تحریم ها و فشارها، در داخل ایران هم که الان عمدتاً بیشتر ارکان های اقتصادی در دست سپاه پاسداران هست و اونها هم تا تونستن از طرق مختلف در واقع کارشکنی کردن، برای اینکه سرمایه های خارجی تا اون حدی که میخواست وارد بشه و قرار بود وارد بشه، حتی جلو اون هم گرفتن، چون میدونستن که توانایی رقابت با کالاها و مصنوعات و مدیریت و سرمایه خارجی رو ندارن و در واقع آلاف علوفشون دیگه از بین خواهد رفت و اینها. مجموعه این عوامل الان باعث شده که ما در نقطه بسیار بسیار خطرناکی
برای جامعه ایران قرار بگیریم، مخصوصا اینکه ترامپ داره صحبت از این میکنه که میخواد اون قرارداد رو بزنه زیرش، که این در تاریخ دنیا تا به حال سابقه نداشته که یک کشوری بره قراردادی با کشور دیگری ببنده و بعد بیان اونو به این شکل در واقع به هم بزنن، چون اگر اساس بر این باشه هیچ کس دیگه نمیتونه به هیچ کسی دیگری اعتماد کنه و هیچ قراردادی در واقع با هم ببندن، چون هیچ ضمانت اجرایی نداره و هیچ دلیلی نداره که امیدوار باشه کسی که آمریکا یا هر کشور دیگری، کشورهای غربی که باش قراردادی می‌بندند، به اون قراردادها پابند بمونه. این نکات رو تا اینجا داشته باشید تا راجع به چند نکته دیگر و اوضاع احوال کنونی و برای ایرانیان که دنبال راه حل می‌گردند چه کار می‌تونند بکنن در مبحث دیگری باهاتون صحبت کنیم. تا آن زمان شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.